تماشابینان عزتمند، برنامه صبح تاجیکستان را ادامه می دهیم و این لحظه صحبت داریم با فیروز واحدزاده، آموزگار لیسه دانشگاه ملی تاجیکستان. راجع به امکانیت ها و شرایط جهت علم آموزی در مؤسسه های تعلیمی چند سخن می گفتید. امروز در جمهوری تاجیکستان با تشبث سیاست پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در مؤسسه های تعلیمی شرایط های خیلی هم خوب فراهم آورده شدند. یکی از این شرایط ها مثلا خوانندگانی که امسال به صنف یکم قدم می گذارند، آنها در اول ماه آگوست به درس های تیاری یا اینکه ایلاوگی به مؤسسه های تحصیلات خود جلب کرده شدند. از این استفاده برده به یکان تأثیر خوانندگانی صنف های بالایی، آنها توانستند که به محیط مکتب آماده باشند. اینچونین آموزگاران نیز با آنها اونس گیرند. همچنین با آنها مهر و شوق زیادی خواندن را پرورش دهند. شرایطی دیگر، امروزها در سراسر جمهوری مکتب‌های زمانوی یعنی با طلبات‌های زمان معاصر جوابگو ساخته ایستاده‌اند. نه تنها در این مکتب ها، بلکه در تمام مکتب های جمهوری تمام تکنیکای لازمه از قبیل کامپیوتر یا که تخته الکترونی و دیگر تجهیزونده شده استودند که این به خوانندگان برای آموختن علم با شرایطی فراهم خیلی هم یاری میرساند. آنها می توانند به شبکه های اینترنتی در آمده از تجربه آلمانی تمام روی دنیا استفاده برند. امروز در مؤسسه های تحصیلات میانه آزمایشگاه های فیزیکا، بیولوژی، خیمیا تجهیزونده شده استودند که این هم برای سایقل دادن علم خوانندگان خیلی هم یاری میرساند، چون که آنها آن چیزی که در نظریوی می آموزند امکانیت دارند که در تجربه در آزمایشی که آنها میگذرونند همون علم نظری خودشون رو باز هم تقویت بخشند. از قبیل آموزش زبان های خارجی در مؤسسه های تحصیلات میانه امروز چند زبان های خارجی از قبیل زبان انگلیسی، زبان نمیسی، زبان فرانسوی و زبان روسی درس خونده می شود. چنانه که پیشوای ملت ابراز داشتند در آینده جوانان ما دو زبان خارجی دیگر را در برابر زبان مادری خود دانند. البته که این هم برای پیشرفت جامعه، برای پایدار نمودن صلح و ثبات در وطن عزیز ما، برای همقدم زمان بودن جوانان مساعدت میکند. و از جهت آموزش فنهای دقیق، چون ما میدونیم سالهای 2020-2040 با تشبث سیاست‌گذاری اصول وحدت ملی پیشوای ملت، سالهای رشد فنهای دقیق
طبیعی ریاضی اعلان شده است. در زمینه این باشد در جمهوری تاجیکستان آزمون اعلان گردیده است که علم فروغ معرفت نام دارد و این به خوانندگان یک نیرو و الهام نو میبخشد که آنها برای صاحب شدن جایهای نمایان در این آزمون بسیارتر همین فنهای دقیق را میآموزند. همچنین در جمهوری تاجیکستان در تمام شهرها و ناحیه ها خصوصا شهر دوشنبه وجود دارند مکتبهای تیپ نو، یعنی لیسه و گیمنازیه هایی که بسیاری آنها رویهشون طبیعی و ریاضی میباشند و خوانندگانی که شوق و رغبت زیاد دارند به فنهای دقیق میتوانند به چنین لیسه و گیمنازیه ها داخل شده همون دانش خود خواه از فن فیزیکا، بیولوژی، الگبرا، گیوگرافی، اینفرماتیکا میتوانند دانش خود را صیقل دهند. در مؤسسه های تعلیمی شرایط ارزنده برای از خود کردن علم تامین کرده شده است. چی وظیفه ها را در نزد خوانندگان نسل جوان و نورس میگذارند؟ یعنی جوابان به نمی غمخوری، جوابان به نمی تشبوس ها، رسالت جوانان را شما چگونه شرح میدهید؟ اگر در یک کلمه گیریم خواندن و وسیع‌تر گیریم، اگر همون یک چیزی نو آموختن، نه تنها همون چیزی که معلم به آن میرسونه، شرایط ها هستند، امکانیت ها هستند، آنها میتوانند از تجربه علمانی تمام روی دنیا استفاده برند. وظیفه خوانندگان جوانان در همین میباشد که در آینده از همین شرایط ها استفاده نمایند و در رشد ساحه های مختلف جامعه سهم خود را گذارند. همچنین آنها وظیفه دار هستند که یک لایحه های نو پیشنهاد نمایند، یک اختراعات نو پیشنهاد نمایند که خلق تاجیک، خلق وطن عزیز ما بتوانند از این ثمره ها استفاده برند. جهان جهان علم است. آنها باید در آینده چنین شرایط فراهم آورند که جمهوری تاجیکستان از دولت های خارجه وابسته نباشند. یکی از شرایط های دیگری امروزه ای ما این است که جوانان ما میتوانند دانش خود را در کشورهای خارج صیقل دهند، یعنی رفته در مملکت های خارجه دانشگاه، کالج یا اینکه دیگر زینه تحصیلات را به اتمام رسانند و آمده در وطن عزیزمان صادقانه به ملت و دولت خدمت نمایند. با استفاده از نیروی جوانان ما در آینده می توانیم که یک جامعه پیشرفته بنیاد نماییم که وابستگی آن از دیگر مملکت های دنیا کمتر باشد. یعنی جوانان ما اگر دانشمند باشند، اگر اختراع‌کار باشند، اگر یکان نوگونی های دیگری در ساحه های علمی دقیق بیاورند، این از همه پیش برای رشد جامعه، برای زندگی آسوده مردم و برای نام برداشتن تاجیکستان در عرصه جهانی تأثیر خود را میرساند. ما جوانان پیش از همه شکرگزار هستیم که حکومت جمهوری تاجیکستان برای ما چنین شرایط ها را فراهم می آورد، چون که جوانی که از دانش خود باوری دارد می تواند در شعبه بودجوی تحصیل نماید و آینده در ساحه علم دانش خود را صیقل دهد. ما جوانان وعده می دهیم که در آینده در رشد دولت عزیزمون و پیشرفت آن سهم ارزنده خود را میگذاریم. اظهار سپاس با شما برای بیان اندیشه ها. تماشابینان عزتمند، یادآور میشویم که هم صحبت ما بودن فیروز واحد زاده، آموزگار لیسه دانشگاه ملی تاجیکستان. دیگر صفحه های برنامه سوپی تاجیکستان همون ادامه دارند. در ادامه ما را پیگیری کنید.
احمد مخدوم دانش، نویسنده، شاعر، تاریخ نویس، دانشمند، منقد بی‌نظیر و خادم نمایان جمعیتی می باشد. آثار گرانقدر ادبی و تاریخی و علمی او در تاریخ افکار اجتماعی و سیاسی و بدیعی به صفت میراث کم نظیر ادبی و تاریخی صده 19 مردمان آسیای مرکزی پذیرفته شده است. احمد دانش چون نویسنده، تاریخ نگار، دانشمند، خطاط و کتاب آرا، نقاش و موسیقیدان صاحب دیدی خاص از خود آثار گرانقدر به میراث گذاشته و نوشته هایش نوادر الوقایع، رساله در نظم تمدن و تعاون، معیار و تدایون، رساله فی اعمال الکره، زیج، منازیر الکواکب، رساله خط و خطاطی، تعادل خمسه متحیره و غیره در تاریخ افکار اجتماعی و سیاسی، علمی و ادبی و استتیکی ما جایگاه خاص دارند. مهمترین اندیشه های جامعه سازی احمد دانش توسط چهره و سیماهای مرکزی اثرهایش، نوادر الوقایع و رساله در نظم تمدن و تعاون در شکل حکایه اندر حکایه بیان شده و این سبک بیان جنبه متمدی و تأثیرگذاری اندیشه هایش را در جامعه دوچه نمودند. شگفت انگیزی میراث گرانمایه احمد دانش را استاد صدرالدین عینی چون اولین پیشاهنگ آموزش شخصیت آثار نابغه در نوشته های تاریخی و ادبی خیش یادداشت بسیار ژرف نظرانه بر رشته تحلیل و تفسیر آورده و نوشته که احمد دانش ستاره فروزان در آسمان تیره صده 19 بود. من بعد این نقطه های تحلیلی استاد صدرالدین عینی را دانشمندان تاجیک و خارجی علوم تاریخ و فلسفه و ادبیات در نوشته های خیش تقویت دادند. با کوشش پژوهشگران تاجیک نشر علمی انتقادی آثار علامه رساله یا مختصری از تاریخ سلطنت خاندان منقیطیه، نوادر الوقایع و معیار و تدایون منظور جامعه شدند. خدمت تاریخی احمد دانش از آن عبارت است که او توسط ایجادیات خود به ظهور و تشکل جریان معارف پروری بنیاد گذاشت. احمد دانش افکار معارف پروری را هم به واسطه ایجادیات خود هم به واسطه همفکرانش آماوی نموده است. متفکر در اثرهای نوادر الوقایع، رساله تاریخی، فصل 15 نوادر الوقایع، رساله در نظم تمدن و تعاون به این مسئله توجه بیشتر کرده است. با کوشش و جستجوهای پروفسور اسکرعلی رجبوف در همکاری با نسخه‌شناسی ورزیده فیض خواجه محمودوف دستخطهای دو اثر احمد مخدوم دانش، نوادر الوقایع و زیج پیدا شدند که پدیده معاصر و فراموش نشدنی می باشد. شاعر، رسام، علامه، آهنگساز، نمایش نما نویس، مقاله نویس، فیلسوف، هنرمند، نویسنده، ترانه سرا، آوازخوان رابیندرانات تکور می باشد. رابیندرانات تکور بزرگترین شاعر بنگالی است که با زبانهای هندی و بنگالی شعر نویسته است. سرود ملی هندوستان و سرود ملی بنگلادش را از روی شعر رابیندرانات تکور گذاشتند. از نویسنده 8 رمان و پاویست‌های زیاد با نام‌های چتورانگا، سرود آخرین، چهار قسم و نوکادوبی باقی مانده است. رابیندرانات تکور اینچنین 2230 سرود ایجاد کرده است که سرودهایش یک قسم مهم فرهنگی بنگلادش را تشکیل می‌دهد. او باز نقاش ماهر نیز بود که تا این زمان در نمایشگاه‌های هندوستان و آسیا تقریباً 2500 رسم او محفوظ گذاشته شده‌اند. ایجادیات رابیندرانات تکور بیشتر موضوع‌های سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. مشهورترین آثار او گیتانجالی، کوه، خانه و سول می باشند. نفاق آن آینه چون ماستی گر ترازو را طمع بودی بمال. آزمون های جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانای کتاب است و این فروغ معرفت در دوام برگزاری خود چهره های نوی سخنور و سخندان، هنرمند و صاحب ذوق و نوآور و اختراع‌کار را کشف نمود و برای
رشد همه جانبه آنها زمینه مساعد فراهم آوردند. تمامی ساکنان جمهوری امکان اشتراک کردن را دارند و در نتیجه اشتراک با برار آنها می توانند غالب آیند. در حقیقت هم غالبان این آزمون ها با شاه جایزه، جام، دیپلم و مکافات پولی قدردانی می شوند و همزمان حقوق اشتراک در چاره‌بینی های سطحی بلند را پیدا می نمایند. گزارش نوبتی ادامه دهنده همین موضوع است. با هم تماشا میکنیم. برگزار نمودن آزمون های سطح جمهوریوی از جمله تاجیکستان وطن عزیزی من فروغ صبح دانایی کتاب است. علم فروغ معرفت و تاجیکان آینه تاریخ ملت بار دیگر طبقه های گوناگون جامعه را با آموزش علم و فرهنگ و تمدن نیاگان جلب نمود. سال روان در دور یکم آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من 3374 نفر داوطلب اشتراک نمود که از این شماره 1323 نفر به دور دوم راحت گرفتند. از تعداد راحت گرفتگان طبق رده بندی سن و سالی که در نظامنامه آزمون پیش بینی شده است 742 نفر را از 12 تا 17 ساله و 571 نفر را از 18 تا 30 ساله تشکیل می دهند. اشتراک داوطلبان در آزمون نسبت به سال گذشته 381 نفر زیاد است. هدف اساسی این آزمون دریافت استعدادهای نو در ساحه صنعت، ایجاد اثرهای بلندغایه وطن دوستانه، دریافت بهترین نمونه های آهنگ و سرودهای ترنمگر دستاوردهای زمان صاحب استقلالی می باشد. همچنین سال دویم است که آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت با تشبث رهبریت عالی دولت برگزار می‌گردد. این آزمون با رشد تکنولوژی معاصر و دریافت اختراع‌کاران جوان و ماهر زمینه می‌گذارد. در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت نسبت به سال گذشته امسال داوطلبان بیشتر نام‌نویس شده از روی هفت نامینیسیا: ماتماتیکا، فیزیکا و استرانومیا، شیمیا، بیولوژی، جغرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی، اختراع‌کاری و نوآوری اشتراک نموده و مهارت و استعدادشان را سنجیدند. یکی از دستاوردهای خوبی دوره 20 سالی ما برای ما کارمندان صحای فنهای تخصصی این اعلان آزمون جمهوری این فروغ معرفت به حساب می رود که اگر مجموعاً گوییم در جمهوریمون تنها در یک سالی که سپری گردید زیاده از 4000 گوییم که اشتراکچیان در این آزمون اشتراک کردند، در دورهای گوناگون این آزمون اشتراک کردند و سازوار جایهای افتخاری گردند. و البته اگر ما همین خیلی مقایسه کنیم نسبت به از سال گذشته به امسال، تعداد اشتراکچیان و تعداد کسانی که هواس و شوق و ذوق دارن برای اشتراک کردن در این آزمون زیاد گردیده شده است و این چیز رو ما در اون ببینیم که امروز خوانندگان و گویم که دانشجویان همه روزه به استادان و متخصصان همین سوها مراجعه میکنن برای اسکوت کردن همین فن، نزدیکی همین فن. و شما تصور کنید که اگر 4000 نفر حدوداً در دوره یکم بعدن دوره دوم سوم در این آزمون اشتراک کرده باشند، یعنی این 4000 نفر الکی اساس های فن های مثلا شیمی رو از خود کردن، یعنی اون بعضی روند های در اونجا صورت میگیرد، بعضی پروسس هایی که از بعضی فرم های شیمیایی است، یعنی الکی مفهوم های اساسی و تعریفات هایی که در شیمی در سطح زینه فوندامنتالی لازم است الکی از خود کردن. و اگر اونها آینده به همین سمت روان، یعنی ما میتونیم که خیلی متخصصین با صفت رو در این سمت آماده کنیم و امروز در مؤسسه تحصیلات میونه عمومی یعنی مکتب ها و عموماً کارخانه های استحصالی که با استحصال مواد های شیمیایی سر و کار دارن متخصصین رو پیشنهاد میدم که از جهت بعضی دانش شیمیایی مستحکم باشد. در برابر آزمون های دیگر سال چهارم است که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار میگردد. هدف اساسی برگزار نمودن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. بلند برداشتن هوس کتاب و کتابخوانی، انکشاف قابلیت ایجادی، دریافت شخصیت های نوی سخنور و سخندان، احساس خودشناسی، زیاد گردیدن ذخیره لغوی و بلند برداشتن سطح زباندانی میان قشرهای جامعه از جمله در بین خوانندگان و دانشجویان می باشد. امسال از سالهای قبلی دیده در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. نفران زیاد آمادگی دیده در آزمون مذکور اشتراک کرده ایستادند. برگزار نمودن چنین آزمون ها در صد جمهوریوی امکان فراهم می سازد تا طبقه های گوناگون جامعه به آموزش تاریخ و فرهنگ و علم و دانش جلب گردیده، دانش و ملکه خود را زیاد نمایند و در رشد کشور عزیزمان سهم مناسب گذارند.
استقلال برای ما آنچه که میخواستیم داد. شما دوشنبه را اگر گیرید قیاس کنید به دوشنبه امروزه، از زمین تا آسمان فرق میکنه. دو بنای 15 آشیانه بود، دیگر در جای دیگری مثلا شهر دوشنبه بناهای بلند آشیانه نبود. امروز تصور کنید که پایتخت مملکت سیمای خود را کاملا تغییر داده است. در کوتاه‌ترین مدت تاریخی، 30 سال در پیش تاریخ هیچ چیز است، اما در این کوتاه‌ترین مدت حکومت ملی توانست سیمای مملکت را تغییر بدهد. شما تصور کنید این تغییرات ها نه تنها در دوشنبه، در تمام نیست ناحیه در قلمرو جمهوری که تغییر نیافته باشد. باور میکنید که تمام ناحیه ها، تمام شهرک ها سیمای خود را کاملا تغییر داده است، و مخصوصا این تغییرات پیش از همه سر شده است از دوشنبه. از ساختمان راه ها بینید، از ساختمان گذرگاه های زیرزمینی بینید، از ساختمان پل ها بینید، پل ها بینید که امروز در کدام شکل این پل ها ساخته شدند، یعنی کپروک ها ساخته شدند. و تصور کنید که این راه ها، این پل سازی ها، این بنا ها آخر این سیمای شهر را کاملا تغییر داده است. تا به دست آوردن استقلال فرض کردیم در ما چه مقدار مکتب های عالی بود، و امروز این تعداد چی مقدار شده است؟ مقدار استادانی که در این مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی فعالیت میکنند چی مقدار؟ و مقدار استادان عنواندار، هم نامزدها و هم دکترها، چی مقدار تغییر یافته است؟ این در قیاس با عهد شوروی از زمین تا سما فرق است. این البته ثمره استقلالیت سیاسی کشور است، استقلالیت دولتی مملکت است. اناکن تصور کنید که در تمام این مؤسسه های عالی متخصصان آماده کرده می شوند، آنها برای مثلا خواجگی خلقی مملکت. امروز کدام ساحه را که گیریم ما متخصص داریم؟ صد شکر میکنیم به اینکه کدام ساحه که نباشد در آن مثلا ما امکان داریم که متخصص آماده کرده شود. حتی نه تنها در پایتخت این چیزها، در در مرکزهای ولایت ها شما گیرید، در وادی رشتان مکتب عالی، در بدخشان مکتب های عالی، در ختلان مکتب های عالی، در ولایت سغد همین گونه پیشروی ها، در همه، در مرکز، در همه مثلا قسمت های مملکت این گونه مثلا غمخوری ها ظاهر شده است، و بخصوص در اینجا در نقش سرور مملکت نهایت بنیادی و نهایت بزرگ است. چون که این شخصیت، شما تصور کنید راهبر یکم را مردم کم میدید. امروز این شخصیت، این سیمای ابرقدرت سیاسی سحر در خوجند مثلا، روز دیگر میبینید در ختلان، روز دیگر در بدخشان، روز دیگر در جای دیگری، و با خلق وا میخورد، از درد دل خلق آگاه میشوند، از پیشرفت و مثلا از مثلا کمبودی همون نقطه فرض کردیم آگاهی یافته، اون را حتما از پی اصلاحش میشوند. این جدیترین غمخوری حکومت ملی برای ملت و ساکنان کشور است. سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعلگرد در بدخشان یا عقیقا در یمن، عمرها باید که تا یک کودک از روی تب عالم گردد نکو یا شاعر شیرین سخن. اینجا هدف معنویات است، یعنی معنویات یک روزه، دو روزه، یک ساله، دو ساله نیست، ولی حکومت ملی توانست ان همین در کوتاه‌ترین مدت معنویات جامعه را بردارد. من همین آزمون ها این از یک طرف جدی‌ترین اقدام برای بالا بردن معنویات جامعه است.